هرچند تلاش ها برای شکستن بنبست در گفتگاه های صلح تا کنون نتیجه در پی نداشته و راه گفتگو همچنان گنگ و ناپیداست، در هفته روان کابل میزبان نخست وزیر پاکستان خواهد بود، کشوری که می تواند نقش سازنده در شکستن این بنبست داشته باشد. محور گفتگوهای عمران خان با مقام های ارشد دولت افغانستان همین گفتگوها خواهد بود. در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. پاکستان که متهم به پشتیبانی و پناه دادن به طالبان در سالیان پسین بوده است، چگونه حاضر شده تا در روند صلح افغانستان نقش مثبت بازی کند؟ یک سلسله نشانه‌ای را می‌بینیم از اینکه پاکستان تغییر کرده، اما او تغییر به اساس امتیازدهی است که امریکا برشان داده، و دومی که به تفاهمی که اونا با امریکا در قسمت صلح افغانستان رسیدن به اساس از او عمل کرد می‌کنند. اما برخی ها به این باورند که اسلام آباد در سیاستش در برابر افغانستان تغییر مقطعی آورده و سفر آقای خان به کابل منجر به شکست بنبست در گفتگوها نخواهد شد. نخست وزیر پاکستان می خواهد در روزهای آخر دونالد ترامپ یک نوع خوشخدمتی کنه که من بار و بوجی که به دوش شما بود در روزهای آخر اندکی کاهش به عمل آوردم، اما من باور ندارم که بنبستی که بین هیئت افغانستان و طالبان وجود داره با آمدن عمران خان به زودی حل و فصل شد. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، هم برای دیدار با مقامهای ترکی به انقره رفته و نگرانی خود را از افزایش خشونت و تداوم جنگ در افغانستان مطرح کرده است. مقام های ترکی به خلیلزاد گفتند انقره هر دو طرف را برای ادامه گفتگوها و رسیدن به یک توافق سیاسی که جنگ افغانستان را پایان دهد تشویق خواهد کرد. امریکایان په دې انتخاباتي کړکیچونو کې بوخت دي، د فراغت نه وروسته به دوی هم دې موضوع ته جدي ردانګي، ځکه چې دا موضوع ته نه اوس د افغانستان سرنوشت پر مربوطه نه ده. ایران همسایه غربی افغانستان که تاکنون از در مخالفت با صلح دوحه پیش آمده، حالا میگوید در صورت آوردن اصلاحات در این روند حاضر است در روند دوحه شرکت کند. سید رسول موسوی، دبیر کل آسیای غربی در وزارت خارجه ایران، گفته است اگر نقش دولت افغانستان افزایش یابد و این روند منجر به سقوط دولت نه بل منجر به تشکیل دولت مصالحه ملی شود، در این روند شرکت می کنند.